داریم با دکتر هوبان صحبت میکنیم در مورد استرس. اگه بشه این بحث رو ادامه بدیم. خواهش می‌کنم بفرمایید. اگه یکی یه پرابلم داره خب. چجوری میتونه این پرابلم یه کارایی یاد حلش کنه؟ خب اولا بستگی داره به پرابلم، منظورتون مسئله، مشکل، ایشو داره. خب بستگی داره چی باشه؟ یه چند تا مثال، مثلا یه مثال بزن، خودتو مثال بزن یا دوستتو مثال، هر کی که. مثلا یکی از آشناهای دور خب فهمیدن که شوهرشون الکلیکه، ادیکشن و الکلیک، یعنی اعتیاد به الکل داره. اوکی. و مثلا این نمیدونن چیکار کنن، مثلا نمیدونن کجا شروع کنن. اوکی. و اینا شما پیشنهادتون چیه؟ اوکی. خب ببین، اولا که من همیشه یه فرمول دارم برای وقتی که ما به یک مشکل برخورد میکنیم و همیشه ما وقتی با یک مشکل روبرو هستیم 4 تا انتخاب داریم. خب؟ بله. اولین انتخاب و به نظر من مهمترین و اولین قدمی که برای اون انتخاب میکنیم باید این باشه که هر کاری که از دست خودمون برمیاد انجام بدیم که این مشکل رو حلش کنیم. بله. خب؟ مثلا فرض کن من اگر که مشکل فقط مربوط به خودم، من مثلا اگر معتاد به الکل باشم، خب هر کاری باید بکنم که مشکلم حل بشه. بله. حالا در مورد شما همسرش. بله فهمیدید که همسرش. خب پس برای ایشون انتخاب اول انتخاب درستی نمیتونه باشه، به خاطر اینکه تا همسرشون واقعا نخواد که تغییر کنه، تغییر بده خودشو، هیچ وقت ما نمیتونیم بقیه رو تغییر بدیم. بله. خب پس انتخاب دوم و سوم وجود داره و یه انتخاب چهارم که حالا راجع به انتخاب چهارم هم صحبت می‌کنم، ولی انتخاب دوم و سوم به هم دیگه خیلی ربط داره، یعنی یا اینه یا اون. بله. انتخاب، یعنی انتخاب اول که هست، انتخاب دوم 2 شاخه میشه. بله. یا شما ترک میکنی مشکل رو یا اون چیزی که باعث مشکل شده. بله. یا میپذیریش. میپذیری یعنی اکسپتش میکنی. بله. خب بله. یا پس اگر یه چیزی هست که میتونی ترک، مثلا فرض کنید شما فرمودین ایشون همسرشون الکلیکه و غیره، اولین قدم اینه که تا اونجایی که در توانش هست سعی کنین که مشکل شوهرش رو با هم دیگه بشینن حل کنن، قانع کنه همسرش رو که مثلا بیا مثلا حل کنه. قدم بعدی 2 تا انتخاب داره. بله. میتونه انتخاب کنه که استرس نداشته باشه ها. بله. ما داریم همه اینا رو میگیم که استرس کنه. یا میتونه ترک کنه همسرشو، که من اصلا هیچ وقت پیشنهاد نمیکنم کسی ترک کنه یا بمونه یا هرچی، ما اصلا فرمول نمیخوایم بدیم دیگه، هر موقعیتی با موقعیت دیگه فرق میکنه. درسته. و یا اینکه میتونه بپذیره، بگه اوکی من نمیخوام ترکش کنم پس میپذیرم. بله. و وقتی میپذیره باید واقعا بپذیره، نه اینکه تظاهر کنه که پذیرش باید داشته باشه که this is it. من انتخابم اینه که شوهر همسر بمونن و بپذیرن و دیگه خودش ناراحت نکنه، به خاطر اینکه همینه که هست. ولی انتخابم داره که ترک کنه. متاسفانه انتخاب چهارم که از همه انتخاب‌ها بدتره اینه که هیچ کدوم از این 3 تا رو انجام ندن، هیچ کار نکنه. بله. اون موقع هستش که ما استرس زیاد بهمون دست میده. مثلا به خودش یاد بده یا با خودش حرف بزنه، بگه که من این انتخابو انجام دادم، من انتخاب کردم. آفرین. وقتی که ما کردم بسازم. دقیقاً. وقتی می‌بینیم این انتخاب خود ما بوده، دیگه کمتر بهمون میشه. ولی وقتی که ما نه موضوع رو حلش کنیم، نه ترکش کنیم و نه پذیرا باشیم، همش می‌ذاریم سر خودمون و همش خودمون استرس میدیم و همش احساس ویکتیمایز میکنیم. بله. یعنی احساس مظلوم واقع شدن میکنیم و این خب خیلی خیلی میتونه به ما استرس برسونه. یکی که با همسرش اشکال داره میتونه خب شوهرش رو همسرش رو ترک کنه اگه نتونن به جای حل بشه. بله. حل بشه انتخابش اینه. بله. ولی فکر کنین یکی که بچه‌ش اشکال داشته باشه یا با بچه‌ش اشکال داشته باشه، این که بچه‌ش رو نمیتونه ترک کنه. نه دقیقاً، و ما هم پیشنهاد نمی‌کنیم. پس اون انتخاب داره، قدرت انتخابو داره که بچه‌ش رو بره، ولی خب عاقلانه نیست و معقول نیست که یک پدر و یا مادر بچه‌ای که مشکل داره رو ترکش کنه. خیلی بستگی داره به شرایط. بستگی داره سن بچه. آیا دارین راجع به بچه 5 ساله صحبت می‌کنین یا دارین راجع به بچه مثلا 50 ساله صحبت؟ چون خیلی از ما ایرانی‌ها می‌دونیم که بچه‌مون 50-60 سالش هم میشه، می‌دونیم بچه‌مونه. بله. اینه که بعد ببینیم بچه چند ساله رو داریم. حالا ما بگیم اگر تینیجر مثلا سنای 14-15 و غیره، خب شما قدرت دارین. یعنی هنوز اون بچه شما به سنی نرسیده که شما نتونین روش کنترل داشته باشین و می‌تونین راههایی رو برین. پس اون انتخاب اول مهمترین و بهترین انتخابه و اون هر کاری که میتونیم انجام بدیم برای حل کردن این مشکل. بله. واقعا آدم از try your best. دقیقاً. در نهایت سعی خودمون. بله. مرسی دکتر. مرسی از شما. خیلی چیزای خوب یاد گرفتیم. بچه خیلی چیزای مهمی. مرسی.